چشم دل باز کن که جان بینی آنچه است آن بینی گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی بر همه اهل آن زمین به مراد گردش دور آسمان بینی آنچه بینی دلت همان خواهد و آنچه خواهد دلت همان بینی جان گدازی اگر به آتش عشق عشق را کیمیای جان بینی دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون ایرانیان کانادا برنامه به دنبال آفتاب و با تشکر از جناب مهندس فرزاد در اتاق فرمان که برنامه رو هدایت می کنند و همچنین مدیریت تلویزیون ایرانیان کانادا خب طبق معمول تمام رادیو تلویزیون های جهان مقدمتا مرگ یا در حقیقت کشته شدن فجیع خانم محسا امینی دختر ایران به دست دشخیمان به اصطلاح گشت ارعاب یا ارشاد یا هر اسم دیگری که مسلما نمی شود آن را ارشاد گذاشت و این افرادی هم که به این شکل ربوده میشن یا دستگیر میشن به داخل این ونها انداخته میشن اونها هم نه نیازی به ارشاد دارند و نه گناهی مرتکب شدند در هر صورت تسلیت عرض می کنم خدمت خانواده گرامی محسا امینی و همچنین مردم کردستان در سراسر کشور و همچنین مردم ایران در سراسر جهان و همچنین ملت آزاده جهان که در قرن بیست و جلو چشم هزاران فرستنده هزاران چشم فضای مجازی دختر بیگناهی که از سقز با خانوادش وارد تهران بشه و نمیدونه که این سفر سفر آخر زندگیش هست و اون رو جلو برادرش دستگیر کنن و برادرش هم بهش برخورد کنن به چسبوننش به ماشین یا هرچی سرکوب کنن و جلو این خانواده دختر زیبای بیگناهشون رو به داخل ون هدایت کنن و بعد از دو ساعت جنازه اون رو تحویلم ندن جنازه اون رو تحویل خودشون بگیرن و بعد شبانه ایشون رو منتقل کنن به اول تبریز و بعد به سقز و نهایتا با حضور معمورانی که این اقدام رو کردن بدون که اجازه بدن پدر یا مادر این جسد دخترشون رو یک بار دیگه ببینن پوشندن کاملا چون مثلا می که دخترشون شکنجه شده و آثار شکنجه در گوشش بوده که خونریزی کرده بوده رو بدنش کبودی هایی که هست کلن اونها را هم اجازه ندادند و حتی اجازه ندادن تصمیم بگیرن که چه ساعتی به اصطلاح تشریج جنازه بشه اول همون نیمه شب میخواستن و بعدا با اصرار خانواده مظلوم و بیگناه امینی در یک کشوری که ادعای فرهنگ فریخته چند هزار ساله میکنه در چش جلو چشم میلیون ها نفر اون را در حقیقت دفن کنند و نیروهای امنیتی تمام خانواده اینها رو تحت نظر بگیره و نهایتا اون چی که اتفاق افتاد و منجر به باز شدن این مسئله در جو عمومی و ایجاد ریوت و تظاهرات در خیابانها، دانشگاه ها، ها و خلاصه هر جایی که بویی از انسان و انسانیت میرفت به وجود آورد چیزی که شاید رژیم جمهوری اسلامی اصلا در باور نداشت چون اونها فکر میکنند که هر چقدر که سرکوب کنند بهتره و نمیدانند که این سرکوب مثل فنری است که به شدت فشار می آورید ولی اگر این فنر از جاش خارج بشه و یا حرز بشه به سوی شما بر می گرده و شما دیگه شانسی برای ادامه رژیم ادامه این نظام استبدادی نخواهید داشت در هر صورت اون چی... الان نمیخوایم وارد جزئیات این برنامه بشیم ولی نهایتا چون خیلی وقت نداریم ولی میپردازم می به اونچه که در ماورای اون اتفاق افتاد این دختر زیبای کردستان ایران یا دختر زیبای ایران نمیدونم که چه وضعی به وجود آورد ولی اونچه که مسلم هست اون چه که چهل و اندی سال در دل مردم از بیکاری ها از توهین ها از حماقت ها از ناکارآمدی، از اختلاس ها از دزدی ها از سیاست های ناکارآمد خارجی از چپاول اموال و خرج کردن در عراق و سوریه و جاهای دیگه و همچنین وابستگی به کشورهای دیگه مثل روسیه و چین در هر و فروش مملکت در نهایت کسب حمایت دیکتاتوریشان این باعث یک عقده‌ای بود که ایجاد خشم وحشتناک کرده بود و این خشم را مردان و زنان آزاده ایران همیشه فرو برده بودند همیشه فرو برده بودند چنانکه حتی اگر به بچه های کوچک شما چنان فشار بیاورید ولی یک دفعه خواهند گفت مرگ یه دفعه و شیون هم یه دفعه نمیشه ما تمام در شکنجه باشیم چهل و دو سال با این فشارها مردم ها مردم رو در شکنجه نگه دارید و بعد انتظار داشته باشید که باز هم فشار بیاورید باز هم به مردم بگید که گشت ارشاد شما میدانید که این گشت ارشاد حتی خودشون هم سواد ندارن چه برسد که ارشاد کنن بنابراین الان بعضش وارد این بحث هم خواهیم شد اما نهایتا باعث شد که در اول در تهران در میدان آرژانتین تهران تظاهراتی شبانه برگزار شد و بعد وداع این خانم امینی در بیمارستان کسرا که ویدیو اون به خارج فرستاده شده واقعا نشان دهنده مظلومیت این بانو و همچنین ادای احترام کادر پزشکی و نرس ها و پزشکان فرزانه اون بیمارستان و متاسفانه به دلیل استبداد انانگسیخته و فشار امنیتی بی حد و حساب به وسیله یک افرادی که از امنیت فقط زورگویی، لات و اوباشگری و نهایتا توهین و به اصطلاح فشار بر هر کسی که در آن مملکت زندگی می کند حتی حالا که این رئیس جمهور از خودشان است ولی من فکر نمی کنم که مثلا در زمان روحانی هم که یه مقداری زاویه داشتن جرأت این که به همین مقامات امنیتی نبگن داشتن و فشار همچنان بر تمام صحنه های مملکت از نظر اجتماعی اقتصادی و سیاسی وجود داره اما این خوشبختانه فردای اون روز این کار در مدیا و فضای خارج رسوخ کرد و به تمام گوشه های مملکت از طریق رادیو تلویزیون های شاد میشه گفت خارج از کشور یا فضای عمومی یا مدیا و اینستاگرام و فیسبوک و غیره منتقل شد و مردم را به ازاداری واداشت مردم فهمیدند که این زحاک چگونه خون می طلبد. و بنابراین نیروی انسانی اصلا نیروی پلیس که خودشون نیروی انسانی میدونند که میخوان ارشاد بکنند به جای اینکه شفاف سازی کنند و اگر مهره که در حقیقت خطا کار بوده و اکثرشون همینطور هستند اون را معرفی کنند و اعلام کنند که قوه قضاییه در کار هست و قاضی در کار هست و اینها که میدانیم در این مواقع که هیچ در هیچ مواقعی شاد اجازه نداشته باشند به خصوص در مورد موارد امنیتی دخالت کنند و آنچه که بازجوها و پلیس ها و اینها میگن اونها معمولا اجرا میکنند بنابراین حتی رئیس قوه قضایی هم که قول داده بود نتوانست کار بکنه و یک فیلم تختی شده یا تیکه تیکه شده نشان دادن که این خانم ارزم حضورتون که با پای خوب خودش رفته یه جایی به نام مرکزی است که میخوان آموزش به اصطلاح بدن و همه نشستن و ایشون هم میره جلو خودش معرفی میکنه و میخوان بهش تذکر آموزش یعنی میخواستن بهش آموزش بدن و میبینیم که در همون لحظه ایشون به زمین میفته خب از نظر پزشکی شما حتما اطلاعات زیادی از شبکه های مختلف گرفتید ولی اونچه که محتمل هست این ضربه سنگینی به در حقیقت پشت گردن ایشون وارد شده که یک استخوانی است به نام استخوان آکسیپیتال یا استخوان پشتی سر که این بسیار هم محکم هست برخلاف استخانه های جمجمه به قسمت جلو یا گونه ها که خیلی نرمتر هست استخوان محکم و است. ولی اینقدر ضربه سنگین بوده که این شکسته شده و باعث خونریزی داخلی قاعده مغز شده و در این زمان هنوز میزان خونریزی اونطور نباشه نبوده که بافت با های مغز را، به خصوص مراکز حیاتی رو بپوشونه و اختلال ایجاد کنه ولی به یک ساعت دو ساعتی که گذشته باعث شده که حجم این خونریزی در داخل حفره مغز قسمت پایین در کف مغز بالا بره خونریزی و بعد دختری که احساس ناراحتی و سردرد شدید و غیرو می کرده ولی هنوز هم می ترسیده و نمیدانسته که چه به سرش آمده و اون افرادی هم که اونجا بودن افراد بی سواد بی رح و جلادی هستند فکر می کردن این بانو داره شوخی می کنه و بارها بهش می گفتن با اینکه افتاده بود زمین می گفتن که نه بلند شو این بساط رانند است ما عادت داریم به این چیزها و یک سری عرازل و اوباشی که نه از پزشکی اطلاع دارند و نه از سایر موارد اجتماعی و روحیه زنان یا غیره و غیره و این باعث شده که این خونریزی داخل مغز اثر کنه و ایشان دچار مرگ مغزی بشن و نهایتا تمام اعضای بدن از جمله قلب و کلیه ها و غیره از کار بیفتند و شما میدانید که مغز اگر پنج شیش دقیقه خون بهش نرسه به هر کدام از رگهای اون یا بافتهای اون مغز دچار مرگ مغزی میشه یا میگن مرگ گیاهی و نهایتا این انقدر مراکز دیگر حیاتی ایشون ضربه خورده بوده در همون خونریزی تا اونجایی که اطلاع دادن بین ده تا یازده مرتبه سر ایشان یا به جای به دیوار کوبیده شده یا به سقف ون اتومبیلی که بوده و خلاصه ایشان جان به جان آفرین سپردن تسلیم کردن یک فاجعه عظیم بود بنابراین بعد از این پلیس پلیس اینها میدانید که وقتی اتفاق میفته نمیخواهند این جلادان رو معرفی کنند بلکه چون این جلادانی هستند که در خیلی جاهای دیگه هم همین کارا رو کردن و پرونده های زیادی دارن و به دستور مقامات خودشون هم بوده بنابراین اینها میدانند که نمیشاد پشت اونها رو خالی کرد چون اونها هم به دشمنی دیگه تبدیل میشن و یا نهایتا نیروهای سرکوبگر خودشان را بیمیل بی و ناراحت خواهند کرد از این نظر در اول برنامه سعی دارند که بگن بله این در کوچیکی مشکل داشته بعد که بزرگ شده بازم مشکل داشته با فلان حرف هایی که هیچ یک از اونها به اصطلاح جای علمی نداره و خوشبختانه اون مرکز کسرا به وسیله یه ای از آیتی منها شرکت های که حک میکنن این اطلاعات رو حک شد و این اطلاعات به صورت وسیع در اختیار پزشکان و در اختیار جهان قرار گرفت در هر صورت این اتفاق بعدش باعث شد که در سقز و در تمام شهرهای به اصطلاح کردستان تبدیل به ازای عمومی و اعتصاب سراسری و همچنین یک اتحاد به نانشته بین تمام احزاب کرد در استانهای کردنشین تبدیل بشود و بعدش با توجه به تقاضا و عمق فاجعه اون چی که بر سر ایران آمده است و دختر ایران آمده است استانهای دیگر پیوستند و ما بایستی تشکر بکنیم بخصوص که از دانشگاه های کشور که اولین دانشگاه دانشگاه تهران به عکس عمل شدید نشان داد در حالی که چند سال بود که خبری از جنبش دانشجویی نبود به دلیل اختناق شدید ولی با این مسئله که به دانشگاه تهران رسید حدود دو روز پیش نهایتا این به دانشگاه شهید بهشتی حالا اسمش دانشگاه بهشتی یا شهید بهشتی و همچنین دانشگاه های پزشکی به دانشکده های فنی امیر کبیر ارزم حضورتون که علامه و همچنین به دانشگاه های تبریز و یزد و کرمانشاه و جاهای دیگه تا اونجایی که خبر دارم اصفهان و کرج و همه این دانشگاه هستن و تظاهرات بسیار بسیار عظیمی که برای اونها شک آور بود به وسیله ملت شجاع به خصوص زنان شجاع کشورمون به وجود آمد بنابراین از این نظر شاید بی سابقه است شاید رژیم همیشه می ترسید که از این اتفاق بیفته چون بارها گفته بود که حتی دو نفر رو نگذارید که بغل همدوایسن حرف بزنن یک مجلس خط رو اجازه نمیدادند برای اینکه از ناکار آمدی خودشان از عقده های به وجود آمده از سیاست ناکار آمد از برنامه های مذهبی غیر واقعی از پشت دین و مذهب قرار گرفتن و بخشیدن اموال مردم و دزدی و اختلاس و این کارها خبر داشتند و میدانستند می که مردم تا به اصطلاح مغز و جانشان ناراضی هستند از این نظر جلوگیری میکردن ولی همینطور که عرض کردن همیشه نمیشه جلوگیری کرد چون که این مسئله به صورت تظاهراتی باز شد در داخل خیابان ها و دانشگاه ها و تکیگاه ها و غیره بنابراین این خبرها به سرعت به خارج از کشور رسید دولت های بزرگ مثل دولت آمریکا تمام مقاماتشون این فاجعه رو از حضورتون که من کردن و محکوم کردن بخصوص وزیر خارجه آمریکا که گفت ایران بایستی پاسخگو باشه و شفاف سازی کنه سازمان ملل متحد اعلام کرد که کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست که یک گروه تحقیق به صورت مستقل مرگ امینی رو به اصطلاح محسا امینی رو بررسی کنن و ایران باید شفاف سازی کنه و دست از آزار زنان محترم ایران رو برداره و بنابراین این یکی بود و بعدش هم خب کشورهای اروپایی و نهایتا مقامات به اصطلاح هنرپیشه ها سلبرتی ها ورزشکاران ایرانی خوانندگان و کار به همه اخشار جهانی و افراد داخلی رسید و اعتراضی سراسری رخ داد که ما در حال حاضر می بینیم که الان چهار روز هست ادامه داره تا اونجایی که من خبر دارم امروز در خراسان یعنی در مشهد در یزد در ساری، در اسفهان، در بندراباس و در تمام شهرهای خوزستان، بخشید، کردستان همچنین در احواز و تبریز و خلاصه همه اونها رو اگه من بخوام بگم شاید 20 شهر هست تازه به دلیل قطع اینترنت در خیلی از این جاها اطلاعات هم کامل نیست مطمئنا سراسر کشور سیاپوش و خشمگین از این فاجعه دردناکی که بر زنان ایران وارد میشه چون واقعا قدیما میگفتن وقتی پای یک زن به میان می مردان احترام میگذاشتند و حتی دست روی زنان بلند نمی کردن و میگفتند حتی این افرادی که سواد کمی هم داشتند ولی خب مثلا جوان مردانی بودند که میشد با اونا صحبت کرد که در گیری های فیزیکی شدید هم داشتن گاهی وقتا ولی پای زن که به میان می آمد می گفتن ما با زن با خانم ها روبرو نمیشویم و با اونها درگیر نمیشیم. اصلا در شعنشون نبود که یک خانم مخترمی که جلوشون وایستاده و اون حمله فیزیکی نمیکنه احترام داره بخوان بهش بی احترامی کنن معمولا کوتاه می آمدن ولی این عرازل اوباش که من نمیدانم از چه فرهنگی وارد این کشور شدند تیغه اصلی خودشون رو متوجه زنان محترم ایران کردن فقط به زنان حمله می کنن. زنان رو از دست برادرانشون می آرن و خانوادهشون در میارن و تو ونهایی که از یک زنان دیگری هم اونجا هستند که زنان بسیار فخاش از گافشون شما نگاه میکنید رفتارشون رو بارها از تلویزیون های مختلف و از شبکه های مجازی دیدید میندازن اینجا و به این زنان این چنین ظلم مضاعف میکنن هم باید در کاور باشند هم حضورشان را بایستی مخفی کنند هم از نظر بیکاری دو برابر مردها بیکار هستند درآمد ندارند هم از هر نظر که شما اینها تصور بکنید یک کشور یک رژیم داعشی بر زنان ایران چنان آورد که شاید در قرنها در جوامع مختلف دیده نشده است چون حتی در طالبان هم شفقتی برای زنان قرار میدن اونها رو مثلا نمیکشند در این اندازه ولی اینها هیچ نوع از ندا آقا سلطان گرفته یا زهرا بنی یعقوب و زهرا کازمی و همچنین خانم اینا مواردی هستند که ما میدانیم ولی مطمئن باشید صدها نفر در این سیاه چال ها کشته شدند و از بین رفتن و خبری از آنها نیست بسیاری از زنان درگیری مسائل دیگری پیدا کردند بنابراین این فاجعه رو مجددا تصریح می کنم تا ارزم به مطلب دیگری برسد ارز کنم حضور شما در همین رابطه همطور که ارز کردم در که الان هم هنوز ادامه داره در شای سی شهر ایران و تمام دانشگاه کشور می دانم که دیروز در لس آنجلس و در ملبورن استرالیا در آلمان و در تورنتو برنامه هایی از طرف ایرانیان برگزار شده برای همدردی و همراهی و پشتیبانی از این نحظت به وجود آمده انجام شده در تورنتو بخصوص دیشب با همت بعضی از افراد فعالان اجتماعی و سیاسی برنامه در شهر بزرگ شهر تورنتو جلو خبرگزاری سی بی سی برگزار شد که تعداد چند هزار نفر از فریختگان به خصوص خانم های جوان که میداندار این برنامه ها بودند برگزار شد و متاسفانه ما نتوانستیم همه برنامه رو برای شما بیاریم چون وقت هم نبود ولی آقای فرزاد اگر که ویدیویی دارن یا عکسی از برنامه دیشب دارن خواهش میکنم که برای شما نشون بدن و بعد صحبت میکنیم jensio asabi. 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 jensio asabi.

To be a voice for the voiceless. We think it's really important to come together today to be a voice for a woman at the age of 22 who was killed for no crime except the fact that her hair was showing. We're here because we want to be a voice to Iranian women who, for 40 years, have been treated as second class citizens and have lived under a system of gender apartheid. We're here today because we want to be a voice. To 176 people that were blown out of the sky for no crime except being over Iranian airspace. We want to be a voice for hundreds, thousands of journalists and artists who are in prison, have been in prison for 40 years for committing no crime except for telling the truth and for wanting a better life for themselves and for their country. We're here because we want to give a voice to thousands of political prisoners executed in Iran's prisons. Four decades for no crime except for fighting for a better life for themselves and for their country. Today we're here because we want to be their voice, and their voice unfortunately is too often not heard or ignored by the powers that be. So we're here in front of the CDC building because we want the media in this country, in the United States, all across the Western world, all across the free world to finally hear our voice. We are saying this is enough. We want human rights, we want the rule of law, and we want the, خب بسیار ممنونم از جناب فرزاد با که گوشه ای از برگزاری همدردی و همراهی ایرانیان تورنتو با خانواده محسا امینی داشتند دیشب در شهر زیبای تورنتو و همچنین شما گوشه هایی از حضور سنگین زنان دیدید در این ویدیو که در تمام جهان همین هست و بنابراین در تمام زم... جهان الان زنها خانومها میداندار برنامه و در حقیقت گویای این مطلب هستند که آنچه خودشان میگویند میگن آنچه که بعضی از فجایعی که اتفاق افتاده همش توسط مردان بوده از هیتلر تا خمینی و بنابراین اجازه بدید تا زنان وارد صحنه های مدیریتی بشن تا هم آزادی به دست بیارن و همین هم خودشون بتونن از خودشون دفاع کنن و مردان در کنار خانم ها قرار گیرن که حرف بسیار درستی است مسلما زن و مرد نداره و اگر به خانم ها اهانت بشه یا به آقایون اهانت بشه خانواده ها مسلما به هم خواهند بود همراه هم خواهند بود و به این نهضت انقلابی و اجتماعی و مدنی که خاصه تمام ملل آزاده جهان هست و حق واقعا هر انسانی است که بخواد راحت زندگی کنه تا یه حیوان توی جنگل دلش میخواد راحت زندگی کنه تنها زندگی کنه و شما نباید حق این که شما چی بخور چی بپوش کجا برو کی بلند شو کی بشین همچین استبدادی در جهان کم نظیر و بلکه بی نظیر هست شما هیچ جای دنیا همچین چیزی رو نمی بینید شاید بسیاری از این هشت میلیون نفری از ایرانیان که بسیاری از اونها اجوکیتت هستن و کشور رو مجبور ب... به ترک کشور بودن آمدن بیرون ا... به دلیل همین بی احترامی ها خب زندگی همین هست زندگی همین بی احترامی هاست. همین غذا خوردن و پوشش هست و همینه دیگه. غیر از این که نیست مردم میخوان آزاد باشند زندگی کنند بچه با هاشون باهاشون باشه برن بیرون از خونه اگر قرار باشه که یک چیزی نگاه میکردم یه ویدیویی که آقای خامنه ای میگفتن که در داخل منزل آزادن اگر که مثلا روسری نداشته باشن یا هر چی ولی در بیرون از اونجا حکومت اسلامی وظیفه داره حالا من نمیدونم این حکومت اسلامی اول حکومت اسلامی است یا خیر من بعید میدانم اون چی که تا به حال از اسلام ما آموخته ایم این نبوده است ما برنامه لا اکراه فدین فد داریم نباید شما کسی رو به زور بخوای ببری بهش حتی آقای روحانی چندین دفعه گفته آقای خاتمی گفته از خودشون خیلیا گفتن این رو مراجع گفتن و کسانی دیگری در کشورهای اسلامی دیگر هستند که میگن پس بنابراین یه چیز مندرآوردی است و شما از طرف چه کسی رسالت به شما داده شده که شما با زنان مردم اینجور رفتار بکنید چه تازه همون هم دروغ میگویید همون هم دروغ میگویید شما قصدتون ایجاد رعب و وحشت در جامعه و آمادگی نیروهای پلیس برای پرخاشگری برای باتوم زدن برای حمله به زنان و مردان برای برهم زدن اجتماعات تمرین دارید چرا؟ چون شما میدانید که ناکار آمدید تمام این وزرایی که سر کار گذاشته هیچ کدامشون رشته مربوطه رو را راجع به اون وزارتخونه نخوندن و نه سوادش دارن و نه زیر مجموعهشون کار آمد بودن حتی تجربه هم ندارن بنابراین این ناکار آمدی و این بیلیاقتی و این شکست خوردن در صحنه های بین المللی از اینکه نیروهای این نمایندگان ایران نیرو... چه مثلا نیر... نمایندگان اجتماعیشون چه سیاسیشون چه اقتصادیشون در هیچ جای جهان یک رفتار مناسب ندارن و هیچ جا اینها رو قبول نمیکنن به طور که وقتی یه پیمانی مثل شانگهای که تا چند سال تو نوبت بودن به بعدم برن و بعدم معلوم نیست و این پیمان ها چه چیزی نصیب ایران بشه اصلا چون هم چین هم روسیه تا تا به حال پیمان هایی که داشتن همش به نفع آنها بوده شما رژیم حقوقی دریای خزر رو ببینید که چقدر این روسیه پر روس و چقدر از ما بردن حالا بگذاریم از اون جنگ گذشته و پیمان های گلستان و ترکمنچای که شاید اون تیکه هایی که از ایران فقط به وسیله روسیه اشغال شد و بعدم بردن و نیاوردن هش برابر کشور بلژیک هست این هست که شما افتخار میکنید که جز اون تشکیلات باشید و حاصلش هم اینه که هم دریای خزر رو هم زمین ها و هم غیره رو هم از دست دادید به الهانم هم به دلیل فشار همین روسیه نمیتونید برای خودتون تصمیم بگیرید که نفت و گازی که مردم به پولش نیازمندند رو بتونید توی قواعد درست بین بیارید در حالی که بسیار قیمتش بالاست و ارزشمند و مشتریش زیاد هست و به نفع منافع ملی است شما همین اندازه رفتید تسلیم شدید که اجازه به شما نمیدن پس این چه پیمانی است که شما افتخار میکنید و به رخ مردم میکشید آره تو هر پیمانی برید همه مساوی نیستن که در همه کشورهای دنیا همینطوره شما فکر میکنید مثلا جی توانی که 20 کشور اقتصاد دنیا هستن همشون مساوی هستن آمریکا رو مقایسه میکنید مثلا فرض کنید با ترکیه اینجوری نیست یک نفر ابر قدرت اقتصادی است معمولا همه اینها منافع خودشون رو منافع دیگران رو هم میگیرن خودشون که دارن مال دیگران هم میگیرن برای اینکه ابزارش رو دارن شما در اکتشاف نفت صنعت پیشرفته به اصطلاح اکتشاف نفت در آمریکاست پول در آمریکاست است. پنج شرکت بزرگ آمریکایی اندازه 80 کشور دنیا اسید و امکانات داره خب این مثلا شما فکر میکنید اینا بیان با شما شریک بشن شما چه چیزی خواهید داشت ما باید دنبال رو باشیم و خودمون رو بسازیم صنعت وارد کنیم جوانان خوب تربیت شده در دانشگاه های معتبر دنیا بیافرینیم و اینها بروند و کم 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 تبدیل به کره جنوبی و ژاپن و آلمان و دیگر بشیم که داشتیم میشدیم در اون زمان که این انقلاب و شورش شوم اتفاق افتاد پس بنابراین این شوخی است که ما بگیم ما جزء پیمان فلان پیمان حالا با چین روسیه پیمان شانگهای و نمیدونم غیره شدیم <applause> در هر صورت برگردیم از این بپردازیم به مسئله ارشاد این گروهی که خودشون رو گشت ارشاد بسیار از فعالین اجتماعی گفتن اولا که جمهوری اسلامی نیست حکومت اسلامی است چون اون چی که در این نظام نمیبینید جمهوریته در تمام این مسائل نیازی به توی خیابان آمدن و کتک کاری نیست ولی قانون انج... قانونی که خودشون هم نوشتن انجام نمیدن تو قانون آمده که اگر مرد به هر مسئله ای رو شما میتونید به رفراندوم بذارید البته به صورت آزاد نه رفراندوم هدایت شده اگر این انجام بدید که اصلا نیازی به این چیزا نیست شما همین مسئله هجاب رو به رفراندوم عمومی بذارید نمیذارید شما چرا برای که اون هم باید رهبر اجازه بده اون هم باید شورای نگه حتی اگر مجلس تصویب کنه رفراندومه باید به تصویب شورای نگهبان برسه که این شورای نگهبان که در حقیقت نگهبان ولی فقیه است و نگهبان این دیکتاتوری و این فرد که نماینده خداست اون باید تصویب کنه خب مسلم نمی کنه تا الان نکرده در هیچ موردی ما نمیتونیم مجلسی نداریم که مستقل باشه روزنامه ای نداریم که مستقل باشه حتی اگر آدمی هم تو اون مستقل پیدا بشه یا بخواد سمی مستقل یه نیمه جونی هم داشته باشه نمیذارن چیزی بنویسه و اگر نوشت حسابش با همین برنامه است که برای خانم امینی درست کردن از بینش خواهند برد مافیاست برنامه های ایران هیئتی اداره می شود مافیایی اداره می شود به همین ترتیب شما هم میبینید پول و زور و اختلاس و زمین و نمیدونم شرکت های مختلف چند ملیتی و یک ملیتی و دو ملیتی و اینا همه در زیر پرچم ولی فقی در اختیار همین آدم است که به نام گشت این و گشت اون و حربه های سرکوب و غیره قرار داده شده یک معامله است بنابراین قانون حتی روی هم که درست کردن ارز کردن با اینکه این قانون بسیار قانون عقب افتاده ی قرون وسطایی است مگه می شود به یک کسی اختیارات تام داد و حتی حکم حکومتی و مطلقه به کسی سپورت این که حکم حکومت این, این که اصلا قانون نیست ما قانون بسازیم که مثلا نصف های ما حالا به قول آقای خمینی که اون موقع ها که آمده بود میگفت حالا به شرط این که یک مردمی به شما رأی هم داده باشن به دولت پهلوی میگفت آمدید کار حالا این نسل جدید شما رو نمیخوان و میخوان رأی به کسی دیگری بدن یا به قوانین دیگری بدن گناه دارن گناه کردن چرا شما خودتون اینا رو رعایت نمی کنید الان نسل جوان اینهایی که کف خیابون های تهران و جاهای دیگه هستند اینها اصلا انقلاب رو ندیدن ندیدن به چشمشون پس اجازه بدید رفراندوم بشه در مورد خیلی از مسائل من مطمئنم در همین یک روز رفراندوم تکلیف شما روشن است و خودتونم میدانید و به همین دلیل هم تن به این کارا نمیدید و میخواید وقت بخرید امروز و فردا خب بعدم انقدر کار آمد نیستید که بتونید اتفاقات خوب بیفته اقتصاد پیشرفت کنه منافع ملی جبران بشه فقر انانگو سیخته که مردم در سطح زباله دنبال قضا هستند و بیکاری انانگو سیخته بخصوص در مورد زنان و چند میلیون کودکان کار حدود 6 میلیون میگن یا غیرو یا حدود 30 میلیون هاشی نشین یا پشتبان خواب ها و اتوبوس خواب ها اینا رو اگر بیار درست میکردید کردید خب حداقل شاید مردم به این فکر میافتیدن که بتونن به صورت مدنی بعضی از مسائلشون حل بکنن شما ناکار آمدید. چرا سیستم ناکار آمده؟ قانون ناکار آمده؟ قانون اساسی ناکار آمده؟ رژیم ناکامل نظام باید از بین بره و این چیزیست که شما میبینید که در دانشگاه ها میگن مرگ بر کل ولی فقی کل نظام ولایت اصل ولایت فقی برای که این مسئلهش در حتی همون قانون قانونی است که درست کردید شورای نگهبان شورای مسلحت شورای فرهنگی و همه اینها و حتی شورای عالی قضایی رئیس قوه قضاییه صدا و سیما همه اطلاعاتی ها قوای نظامی نمیدونم سرباز ها و پاسبان ها و غیره و غیره همه زیر نظر ولی فقیست است دیگه قانونی وجود نداره تازه حتی با اینکه اینها وجود آمده اینشون حکم حکومتی هم داره بنابراین شما بدانید که این قانون کارایی نداره اولا که قانون نیست شما وقتی همه اینها رو یه نفر میتونه وتو کنه دیگه قانون نمیشه که دیگه مجلس رو هم میتونه ایشون میتونه منحل کنه رئیس جمهور هم میتونه برداره که برداشتن اون آقای بنی صدر رو بنابراین در حقیقت این قوانین متروک است عملی نیست علتش هم این است که اون زمانی که اینها اینها رو ساختن کشور کلا در دست همین نیروهای کمیته های نظامی و غیره و غیره که هر صدایی را خفه میکردن و اون کشتار سالهای شص و بعدش هم سالهای دهه شست که میشه سالهای شست و هفت و غیره چقدر اعدام ها و چه کسانی از بین بره و در سایه این قیام ها این مسائل رو نوشتن در حقیقت و بعدم گفتن تصویب شده کما که حتی تصویب جانشین آقای خمینی ولی فقیه هم دیدید که خود ایشون گفتن من لیاقت هم چی کاری ندارم و آقای رفسنجانی به صورت موقت این برنامه رو جا انداخت تا بعدها بشینن مسئله رو روشن کنن و بعدم اون چند نفری که دنبال این برنامه بودن دیدید که از بین رفتن از جمله خود آقای هاشمی و غیره بنابراین این قوانینی وجود نداره و از این داستان ها شما از این به بعد زیاد خواهید داشت اما در مورد ارشاد من چند کلمه میخوام راجع به ارشاد صحبت بکنم ببینید هیچ کس اعتقاد نداره که روحانیت در تاریخ ما روشنگرانه کار کرده باشه و کارشون ارشاد و راهنمایی باشه برای که روحانیت که ما سابقه رو در ایران داریم تمام اینها ضد تجدد زد تمدن، زد بهداشت، زد همراهی، زد آزادی و غیره بودند من به عنوان کسی که در بهداشت بسیار سابقه دارم و خدمت کردم در اوایل خدمتم که در بعضی از شهرستانها مسئول بودم ما نمی توانستیم حمام خزینه رو برداریم برچینیم حمام خزینه یایتون باشه یک جای گودال بسیار گرمی بود که همه آدم هایی که می رفتن حمام بی تو این همونجا هم خودشون رو می و هر بعضی همونجا هم هر نوع تمیزی لازم بود انجام می و این می این آب باید باشه این ضد بهداشتی ترین کاری بود و دولت میخواست که حمام دوش درست بکنه میخواست حمام رو با بودجه دولت بسازه و حمام های خزینه رو بردارن کیا مخالف این بودن؟ تمام روحانیت مخالف بود تو هر دهی یا هر روستا یا هر قسمتی روحانیون موافق خزینه بودن بودن و مخالف بودن که لوله کشی بشه و نمیدونم چیز بیاد و دوش گذاشته بشه کی مخالف آموزش پرورش در زمان رضا بود رضا شاه می‌خواست این مکتب خونه ها رو ببنده و به جاش کلاس های آموزشی مدرن باز کنه برای بچه ها دبستان دبیرستان و غیره که رئیس که دستور تشکیل دانشگاه تهران رو هم داد کی مخالف بسته شدن مکتب ها بود روحانیت بود چه کسی مخالف دوربین عکاسی بود مخالف ویدیو بود مخالف این شبکه های اینترنتی بود تلویزیون بود رادیو بود کی با اینها مخالفت میکرد اینها هم مگه وسیله ای برای ارشاد و برای راهنمایی و برای کسب اطلاعات از بزرگان دنیا یا از پزشکان و از به متخصصی نیست چرا شما به رادیو و تلویزیون و به تمام ابزار عوامل هدایت این برنامه ها مخالفت میکردید حالا شما میخواید برید گشت ارشاد درست بکنید و کیا ارشاد کنید کسانی رو که شما دستگیر میکنید معمولا سوادشون چند برابر خود شماست نه تنها سواد کلاسیک سواد اجتماعیشون اکسپریینس و تجربه که دارن چگونه شما میخواید اینا رو ارشاد بکنید پس در حقیقت این ارشاد نیست این همینطور که من عرض کردم برای این که از این بیکفایتی ناکار آمدی فقر اقتصادی دزدی ها اختلاس ها فساد سیستمی اداری بیکاری ها زجر و بدبختی همگانی در سراسر کشور و عقب افتادن از نظام سیاسی و اقتصادی بین نمیتوانید نمی توانید اون رو درست کنید میدانید که تبدیل به انقلاب میشه شورش میشه از حالا تو خیابان ها تحت عنوان فشار بر زنان و موشون بیرون هست و مردها تحریک میشن و نمیدونم این داستان هایی که کسی باور نمیکنه گشت را انداختید که این گشت ها حضور 24 ساعته داشته باشند که جلوگیری از یک شورش بزرگ بشود این در حقیقت اون چی که به نظر من میرسه که شما حداقل شاد عقل هر کسی بهش برسه ولی اون چی که هست هر پیش بینی که برای اینها کردید برای این گشت به اصطلاح ارعاب یا ارشاد هر کاری که برای اینا کردید همه چیز توش هست جز ارشاد و آموزش اگر بگید ما میخواهیم امنیت رو خودمون رو در کوچه ها و خیابان ها حفظ کنی و یک مانور 24 ساعته یا سراسریس یا حکومت نظامی یا غیره است اون مردم بهتر میفهمن شما چی میگید ولی وقتی شما در زبان های مختلف تمام ناکارآمدی ها رو جواب نمیدید حالا یک نفر از این مسئولین مملکت نسبت به این بیکاری ها و اختلاس ها و دزدی ها و غیره و غیره توضیح داده هر وقت میان سخنرانی میکنن میگن بله این دولت جدید اینقدر خوب بوده فلانجا بوده حرف های کلیگوی و کله سخنگو مثل منبر که میرن بدون اینکه کسی بتونه سوال بکنه پس بنابراین من اعتقاد دارم که این گشت ارشاد گشتی است برای کنترل جامعه ایرانی برای جلوگیری از شورش در هر صورت ما به پایان برنامه میرسیم میدونم که شما پای اخبار هستید و قطعا در همین لحظه که با شما صحبت می کنم اتفاقات زیادی در کشور در حال انجام هست تظاهرات عظیمی در دانشگاه هاست در سی شهر ایران تظاهرات هست امیدوارم که به کسی صدمه نرسه و امیدوارم اون کسانی که در اثر تیراندازی زخمی شدن جانشون حفظ بشه و بار دیگر تسلیت میگم به تمام مردم ایران و همچنین خانواده بسیار گرامی امینی که دختر زیباشون رو این رژیم گرفت و پرپر کرد با امید دیداری در آینده چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی است آن بینی گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی بر همه اهل آن زمین به مراد گردش دور آسمان بینی آنچه بینی دلت همان خواهد وان چه خواهد دلت همان بینی جان گدازی اگر به آتش عشق عشق را کیمیای جان بینی دل هر ذره را که بش کافی آفتابیش در میان بینی